با درود بسیار به همه یاران ایران فردا، همه همراهانمون، بینندگانمون، شنوندگانمون و آنهایی که لطف میکنن و با پیامهاشون برنامه های ما رو غنی میکنن و ما رو راهنمایی میکنن. سپاسگزارم ازتون. در طول دو سه هفته اخیر چند پیام من داشتم و همینطور ایمیل، اشاراتی شده بود به بعضی از برنامه های ما و اینکه در این برنامه ها اون چارچوبی رو که شما خیلی بهش اعتقاد دارید و اعلانش هم کردید شاید رعایت نشده. برای نمونه میگفتم مثلا در بعضی از برنامه های طنز از یه خط و خطوطی بالاتر میره. ببینید، اصولا طنز جایگاهی است که آدم بتونه حرفاشو بزنه، حرفایی که جای دیگه نمیشه زد. یک بیمار روانی در ایران اومده به نام دکتر روازاده، بیمار روانی مطلقه، تردید نکنید. در این حال شارلاتان هم هست. یه مجموعه هم دور اون جمع شدن، یه روز میگه آدامس بچه های شما رو زبونشون میگیره، کند ذهن میشن. یه روز میاد میگه پیتزا نخوریم برای اینکه تو دلتون کرم تولید میشه. یه روز میاد میگه روغن زالو بخورید تا بدنتون تقویت بشه، یا از این حرفای از این قبیل. این بیمار روانی رو باید یقش رو گرفت و از زبان خودش او رو محکوم کرد. این دیگه مسئله نیست، کسی نباید فکر کنه چرا این نوع بحثا مطرح میشه. ما دو برنامه طنز داریم که هر دو در اعلی درجه است. هادی خرسندی عزیزم، همکار دیر و دور و یار قدیم، محبت کرده به تلویزیون ایران فردا و با هادی و گربهش در اینجا هست و برنامه‌هاش هم بسیار دیدنی است، میدونم شما هم دوست دارید. و بعد فهمیم سخن، نویسنده‌ای که کمتر کسی با او آشنا بود ولی از راه قلم و مطالبی که در گویا نیوز و در گویا چاپ کرد آنقدر طرفدار پیدا کرد که همه منتظر پایان هفته بودند تا نوشته او منتشر بشه. حالا فکر کنید، او همکار ما در ایران فرداست و ایمان هم برنامه و نوشته های او رو اجرا میکنه و بسیارم طنز گزنده و در این حال قابل تأملی است. بنابراین اگر روزی مشاهده کردید مثلا در یک برنامه جدی حرفایی از یه حدودی عبور کرد، میتونید ایراد بگیرید، ولی در برنامه های طنز اجازه بدید که این شیرینی طنز و گزندگیش حفظ بشه. و معمولا ما آنچه را در این تلویزیون در این رابطه پخش میکنیم مطالبی است که در جمهوری ولایت فقیه پخش میشه. بندم گاهی اوقات در برنامه خودم ویدیوهایی پخش میکنم از آخوندها که در جاهای رسمی تلویزیون غیره دارم میگن. من خودم خیلی ناراحت میشم اینا رو پخش میکنم، ولی باید شما ببینید که با چه رژیمی روبرو هستید. رژیم بیمار جنسی از سطر تا ذیلشون بیمار جنسی هن. روانی هن. دکترشون روانی، خودشون روانی هن. عقده های انباشته شده. یکی از هنرپیشه ها برای من میگفت اول انقلاب وقتی ما رو احضار میکردن توی دادگاه های انقلاب و توی بازپرسی و غیره، معمولا کسایی که با ما صحبت میکردن انسان هایی بودن که با نگاهشون داشتن به ما تعرض میکردن. و بعد میگفت مثلا در اون فیلم تو چرا رقصیدی؟ تمام فیلم ها رو هم دیده بودن و معلوم بود سالها اینا آرزو داشتن یه روز این هنرپیشه گیرشون بیفته و اونجا میخواستن عقده‌هاشون رو خالی کنن. بر روی این توضیح رو ضروری میدونستم که شما رو تو جریان بگذارم و در این حال دوستانی که در این زمینه تذکری داده بودن پاسخشون رو داده باشم. نکته دیگری که باید بگم، توجه کردید که برنامه های ما چند برنامه تازه داریم، به اضافه این که برنامه آقای اسداللهی و خانم گردآفرید هم در شکل تازش اجرا میشه. من نمیدونم این سوء تفاهمی که آقای اسداللهی دوچار شده بود چه در پایان فصل اول برنامه هاش و چه در آغاز فصل دوم به اون اشاره کرد، من باورم نمیشه مثلا چرا همچی چیزی پیدا شد. چون من اصلا به ایشون نگفتم شما برنامه تون تموم شد یا نه، گفتم
یه تغییراتی در برنامه باید داده بشه که ایشون هم داد و خواهد داد و برنامه به 3 ماه تکراری پخش خواهد شد و بعد برنامه جدید. رسم تمام تلویزیون‌های دنیاست که یک برنامه یه فصلی میره بعد متوقف میشه بعد دوباره میاد. آقای مهران مدیری میدیدم داشت توضیح میداد راجب سریالی که از تلویزیون ایران پخش میشه که گفت 6 قسمت چقدر چند قسمت پخش شده حالا میریم که بخش دوم رو تولید کنیم. در حال اینا هست که هر تلویزیونی باید یک گهگاهی یک توقفی در یه جا بکنه دوباره از به نوع جدید برنامه رو آغاز کنه. امیدوارم تلاش های ما مورد توجه شما باشه و مثل همیشه ایران فردا رو راهنمایی کنید. میرویم و نخستین پیام رو میشنم. سلام، این دختر خانومی که برای چمتا چارسو بخچه این حرف میزنه چقدر لطیف و زیباست. زنده باد بون انتخابتون. البته همه خوبن، همه برنامه ها همه عالیه، ولی این دختر بسیار بسیار لطیف و دوست داشتنی است. من بهش تبریک میگم و به شما. سپاسگزارم بانوی گرامی. حتما همکار من خانم رکسانا هم این رو شنیدن و از شما سپاسگزار خواهند بود. ممنونم. بیننده بعدی. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی کارکنان شبکه ایران فردا. من خواستم در مورد شما و ایران فردا صحبت کنم. سلام آقای نوری‌زاده، من یه عرضی داشتم خدمتتون. من خودم یک زمانی یک دورانی اعتیاد داشتم به مواد مخدر. بعد از این خودم رو از منجلاب درآوردم و دانشگاه رفتم و درس خوندم و روانشناس شدم و الانم به هر نوعی که شده به اون هم‌نوعای خودم که مثل اون تو منجلاب گیر کرده بودن کمک میکنم. من یه چیزی رو می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. داخل همین تهران جاهایی هست که باورتون نمیشه، وسط شهر مثلا تو اتوبان چمران هست، تو اتوبان حکیم هست، تو اتوبان همت هست، کنار اتوبان های تهران دیدید کاشکاری شده، یه رمپ و لوپا کاشکاری شده داخلش، یا کنار های حاشیه اتوبان کاشکاری شده. مثلا میری داخل یک نفر نشسته جلوش مثلا یه پلاستیک، یه کیلو کراک، مثلا یه کیلو شیشه، یه ترازوان جایش گذاشته. بعد معتادم این مثلا زمان جنگ چجوری کپون اعلام کرده باشن، همه صف کشینن قشنگ. بعد منظم میرن جلو، مثلا آقا انقدر بده، آقا یه گرم بده، دو گرم بده. بعد مثلا بعد موقع بالا سر اون شخصی که داره میفروشه یه نفر با اسلحه وایساده که نباید کسی جنس های مثلا ورداره فرار کنه. بعد من اینو میخوام به شما بگم، مثلا همینجا که میخوای بخری همیشه تو اتوبان چمدان همیشه مثلا یه قسمتش که هست میرن پایین جنس میگیرن، همیشه مثلا 4-5 تا ماشین اونجا وایساده، یا همین توی اتوبان حکیم که شبا میاد همیشه 4-5 تا ماشین اونجا هست. یعنی این میره بعدی میاد، این میره بعدی میاد، اون میره بعدی میاد. من میخوام بدونم آیا نیروی انتظامی خبر نداره؟ یعنی اصلا ما میگیم خبر نداره، خبر نداره، چطور شک نمیکنه؟ چیه مثلا شبانه روز چرا اینجای اتوبان چمران، چرا اینجای اتوبان حکیم، چرا اینجای اتوبان همت همیشه 4-5 ماشین وایساده، هی این یکی میره اون یکی میاد. حالا من این ور غرب تهران میدونم، حالا اصلا به شرق خبر ندارم زیاد، یا دره فرزاد، دره فرزاد هم که دیگه اصلا افتضاح. فقط خواستم اینو خدمتتون بگم و با افتخار اعلام کنم من که تا حد تزریق شدم پیشرفته بودم، تونستم خودم از این منجلا بکشم بیرون و الان یک دوام. خوشحالم هموطن عزیزم، خوشحالم از این که خود رو از منجلاب همونطور که گفتی بیرون کشیدی. قابل توجه مسئولان نیروی انتظامی. بسیار اسباب تأسفی که این حرف ایشون رو من از دیگرانم شنیدم، فقط ایشون نبود که گفتن که چطور آزادانه در پس درختان اتوبان ها مواد مخدر میفروشن. هموطن بعدی. سلام، خسته نباشید جناب آقای نوری‌زاده.
من یه سوال خیلی مهم داشتم و این بود که راجع به نقش فراماسونری ها در ایران و در کل دنیا اگه امکانش هست این توضیح رو بدین. نو چند دفعه هم تماس گرفتم متاسفانه موفق نشدم. دوست من بار گذشته توضیح دادم به سوال شما، لطف کنید مراجعه کنید، در سایت من هست، من اتفاقا پاسخ دادم به شما. هموطن بعدی. علی سلام، من اسمم لیلی آصفه، از ایران تلفن میکنم. یه دونه شماره این ماهواره ها رو دارم، اونم همین شماره یه که الان گرفتم. در عرض 36 سال از انقلاب این دفعه دومی که من دارم تلفن میکنم. من ورودی 46 تلویزیون هستم، 1:05:46 خروجی 1:05:60. من یک برنامه رو دیدم از خانم مسیح علی نژاد که من اصلا ایشون آدم دموکراتی نمیدونم. در مورد حجاب صحبت میکردن که روسریاتون از سرتون وردارین. هموطن عزیزم، شما یه شماره داشتید زنگ زدید و این برنامه در تلویزیون ما پخش نشده. خانم علی نژاد در اینجا نبودن، گمان میکنم ایشون در صدای آمریکا بودن، بعدم در مناطو در تلویزیون ایران فردا ایشون حضور نداشتن، بنابراین طبیعتاً این سوالم متوجه ما نمیشه. گفتم بهتون نهایت دموکراسی اینجا، من قبلا گوش نمیدم تا انتخابی نشه، به ترتیب همه رو پاسخ میدم. هموطن بعدی. الو آقای دکتر نویزاده، سلام، خسته نباشید. میخواستم ازتون سوالی بکنم در مورد مسئله ای که ما همچین اطلاعات و مطالعه دقیق نداشتیم و شما در این زمینه اطلاعات دقیق تری دارید. در برنامه چهارشنبه‌تون وقتی گفتیم آقای شما رو تهدید کردن، فرمودید که پیامبر اسلام هم اکثر جنگ‌ها بهشون تحمیل می‌شده و خودشون شروع نمی‌کردن. ما تو مدرسه جنگ‌هایی که در مورد تاریخ اسلام به ما یاد دادن نمی‌گفتن چطور و کی شروع می‌کنه. می‌خواستم اگه شما چند نمونه از این جنگ‌هایی که بهشون تحمیل شده رو برای ما مثال بزنید و چند نمونه از جنگ‌هایی که خودشون شروع کردن، خیلی ممنون میشم. خداحافظ شما. بله، غزوات و سریات، در واقع اینو باید در یه برنامه مفصل راجبش حرف زد. شمار زیاد و اغلب جنگ‌هایی که در واقع تحمیل شد، جنگ‌هایی بود که اهل قریش و چون مسلمانان می‌رفتن راه کاروان‌ها رو می‌بستن، که در جنگ احد مسلمانان درست در لبه شکست کامل بودن چون پیامبرم زخمی شده بود. حالا اینو اجازه بدید، ما یه برنامه تاریخ داریم که به زودی خواهید دید و ناصر شاهین‌پر عزیزم مسئولیت اون رو بر عهده داره. امیدوارم در اون برنامه به این نوع موضوعات به طور مفصل اشاره بشه، اما به طور مجمل اگر بخوام براتون بگم، بله، اغلب جنگ ها در دوران پیامبر تحمیلی بود، ولی بعد از او در دوران خلفا جنگ هایی بود که نقشه می کشیدن و برای تصرف بیشتر و نشر مذهب تازه حمله می کردن. حالا از یمن شروع می شد به ایران، مصر و نقاط دیگه. هموطن بعدی. با درود فراوان به شما و خسته نباشید. چند مطلبی که می خواستم براتون بگم. یکی این که چرا هیچ سراغی از خواننده های قدیمی که ما با اونا خاطراتی داریم نمی گیرید، مثل آقای ویژن، آقای منوچه، خانم بیکش، خانم مرزیه. ما در سالگرد وفات اینا هم ندیدیم که شما یادی از اینا بکنید. نه تنها شما، هیچ تلویزیونی در خارج این کار رو نکردن و ما جمعونی و بچگی و همه چیزا رو به با اینا بذاریم دیم. آقای گلنارقی، آقای وفایی، ما از اینا هیچ خبری الان نداریم از هیچ کدوم ها. و خلاصی دلمون میخواد که گاهی ها به اینا بکنید که بنایی که از این دنیا رفتن و چه بنایی که هستن در هستن.
برنامه های بسیار جالبی دارید و بعضی هم مدت اونا کمی و ما دوست داریم که شما مدت خود یعنی زمان برنامه رو زیاد کنید. یکیش برنامه نگاه، یکیش کوچه ایرانیانه. اصولا برنامه های علمی و آموزشی و اینا همه رو دوست داریم که از تلویزیون ها ببینیم و بشنویم. در ضمن بله هموطن عزیزم، درباره ترانه های قدیمی یه مشکلی که ما داریم اینه که ما تلویزیونیم، ترانه رو که پخش میکنیم اگر تصویر شفاف نداشته باشه، اگر کوالیتیش خوب نباشه، آزاردهنده است. شما مثلا خانم دلکش رو ببینید داره میخونه ولی تصویر خیلی بده، میلرزه، پاره پوره میشه، اصلا از اعتبار اون صدا میاندازه. حالا کاری که رامین همکار من میکنه، اغلب این ترانه‌های قدیمی رو براش تصویر میگذاره و ما هر جا بتونیم پخش میکنیم، صدای خوب پیدا بکنیم، شفاف باشه اون صدا، خشخش نداشته باشه. از بزرگان من چند روز پیش اقبال آذر رو در 100 سالگی پخش کردم. آقای رشیدی تعدادی ترانه ازش دارم، فوق العاده زیباست، ولی تصویر احتیاج داره که الان داریم روش کار میکنیم و امیدوارم بعد از گذاشتن تصویر شما ببینید. خیلی خواننده‌های بزرگی داریم، منوچهر نازنین زنده یاد و ویگن همینطور زنده یاد. ویگن داره ترانه هایی که با تصویر خوب باشه، منوچهر هم اندک معدود داره. اینه که یه مشکل، مثلا من واقعا الهه رو دوست دارم، مرضیه رو دوست دارم، ولی مشکل تصاویر خیلی خوب با ترانه هایی که با ضبط خوب باشه پیدا کنیم. حتما. در مورد تایم برنامه ها، یکی از زیبایی و جذابیت برنامه ها اینه که درست اون زمانی که آدم فکر میکنه چرا یه خود بیشتر نیست، پایان بگیر. اینطور هم شیرین تره، هم شما در اون نیم ساعت دل میدید، متوجه اون هستید. برنامه کوچ هم یه برنامه متنوع و زمانش به نظرم زمان کافی باشه، اغلب چندین نفر توش حاضر میشن، فیلم ها اغلب مال سالهای دور و دیر است و خیلی جذابیت داره برای نگاه به گذشته، کسانی رو ببینیم که اغلب دیگر نیستن. هموطن بعدی. با عرض سلام و ارادت خاص به جناب آقای نوریزاده و تلویزیون ایران فردا و همکاران عزیزشون، قرض از مزاحمت این بود که جناب آقای نوریزاده، من روی سخنم با یک شخصی است که در هفته پیش به شما زنگ زدن و وقت عزیز شما رو گرفتن. اشخاص کم اطلاعی پیدا میشن که یکای اوقات وقت عزیز شما رو میگیرن. این آقایی که فرمودند دکتر مصدق کاری نکرده بود برای ما که کارگر چاپخانه‌ام بوده، حروفچین بوده، بندم خودم در چاپخانه روزنامه چاپ میکردم شبها. به طور کلی من شاهد هستم که جناب آقای دکتر مصدق تنها رجالی بودند که برای مملکت دلسوزی میکردند و کار میکردند. ایشون بزرگترین کاری که کرد نفت و ملی کرد، بعد قانون کار به مجلس برد تا بیمه ای نداشتیم، کارگرها بیمه ای نداشتن، بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی، مرخصی سالانه کارگرها هر ماه هر سال در یه ماه میرفتن به مرخصی. از همه مهمتر بازنشستگی رو تو این قانون گنجانیدن که 25 تا که کارگر کار بکنه بازنشسته میشه، تا آخر عمر حقوقش میگیره. این مزایا رو ایشون نمیدونه. هستن اشخاص کم اطلاعی که اینجور صحبت رو میکنن. این نیست که خواستم خدمت شما، عرض ادب دارم و این رو یادآوری کنم. تشکر میکنم از کلیه همکاران عزیزتون. سپاسگزارم دوست عزیز، راست میگویید. وقتی که نخست وزیر مملکت دکتر مصدق باشه و سرپرست وزارت کار دکتر شاپور بختیار، طبیعی است قانون به نفع کارگر انجام، قانون تصویب میشه به نفع کارگر. بله افسوس، ولی حالا کیا هست؟ هموطن بعدی. جناب نوریزاده سلام عرض میکنم، ما از مشتری پرفاقوت تلویزیون شما این وقتتون خیلی میگیرم. خواستم ببینم این قضیه موهبتی که ندارن اونجا میکنن آیا کمکی بهش نمیکنه که اینا موندگارتر شن و ضرر
سیاسی تری ترشنی از این جهت جا نداره که ما هر دار باشیم و هرچنی پنجره که شما میتونم باز میشه و هوا میاد هوا که انقدر میارده به این که اینا قرار مونده باشن و بالاها مهمون باشن دوباره هم دوستونم هم معمولات برنامه خودتون و خود بزرگوار نازم هستم. سپاسگزارم عزیزم. دوست من 37 سال خیلی از کسان میگفتن اینا موندگار نیستن، موقتن، بعضی ها سالها چمدوناشون هم حاضر نبودن باز کنن کامل، اسبابا رو منتقل کنن به خونهشون، خانه موقت بود. ولی به مرور ببینید، اولا انقلاب در یک کشور چندین انقلاب با هم اتفاق نمیفته. آنچه در مصر افتاد اون ارتش بود که به کمک مردم اومد و مرسی رو کنار زد، ولی مردم نمیتونستن. قدرت مردم برای تحمل عواقب و تبعات یک انقلاب آنقدر نیست که بتونن در چند سال چند تاش رو تحمل کنن. تو این کشور عربی کودتا میشد 6 ماه یه بار، 1 سال یه بار، 2 سال یه بار، بعد یک دفعه میدیدیم از سال 70 رژیم بشار موند، بعضیا در عراق موندن، در یمن علی عبدالله صالح موند، در لیبی قذافی تکون نمیخوردن. حتی انقلابا هم دیگه انجام نمیگرفت، انقلابای کودتایی البته. این که اینها میمانند یا سست میشن یا قوی میشن، نه، همه اینا بستگی به ما داره. این قرارداد به هیچ وجه اینا رو قوی تر نمی کنه. این قرارداد یک چیز رو برای مردم ثابت کرد، اینا دروغ میگن، به هیچ وجه قوی نیستن، دستاشون هم جلوی امریکا بردن بالا، تسلیم شدن. البته من این تسلیم شدن رو قبول دارم، منطقیه، خوبه، چون به نفع مردمه، به هیچ وجه به نفع نظام نیست. بعدم یادتون باشه ما نزدیک یک نقطه عطف تاریخی هستیم، خروج آقای خامنه ای از صحنه، و مطمئن باشید ولایت فقیه هم با ایشون دفن خواهد شد. آنچه بعدن خواهد اومد ولایت فقیه نیست، و یک نظام بدون ولایت فقیه اگر بر پایه هر معیار و فرمولی حساب بکنیم، این نظام میشه متحول شد و تغییر داد و زیر و رو کرد. بنابراین نگران نباشید، امیدوار باشید. هموطن بعدی من. سلام، من پیغامی داشتم برای آقای دکتر نوری‌زاده، میخواستم عرض کنم خدمتشون که محل تولد آقای رفسنجانی نوخ نیست، اینطور که ایشون تلفظ میکنن، نوخه، بر وزن بوق، نوخ. لطفاً روشون بفرمایید. متشکرم. بسیار ممنونم ازتون و از تذکرتون. بله، من نوقی گفتم، نوقی باید میگفتم، درسته؟ درود بر شما، مرسی. هموطن بعدی من. با درود به تمامی هموطنان ایرانی از هر قوم و قبیله. ایران کشور کوروش و ما فرزندان کوروش هستیم. تمامی هموطنان باید بدونن که به جز پادشاهی مشروطه هر حکومتی در این کشور جز نکبت و بیچارگی چیزی دیگه به همراه نداره. اگر سربلندی میخواهید، سرفرازی ایرانی رو میخواهید، عزت از دست رفته رو میخواهید که برگرده، تنها حکومت ما حکومت مشروطه پادشاهیه. بله، دوست عزیز، نظر شماست، بسیارم ممنونم. خیلی ها با شما هم عقیدن، بسیاری از ایرانی ها بر این باورند، به خصوص بعد از تجربه تلخ جمهوری ولایت فقیه. هموطن بعدی من. تلویزیون ایران فردا، آقای دکتر نوری‌زاده، درود بر شما. یک هفته است که تلویزیون ایران فردا پرازیت داره توش، من از لندن زنگ میزنم خدمتتون. نمیدونم چرا اینجوری شده، نمیدونم، رابطه ایران و انگلیس نیست که خیلی خوب شده ترازید میدازن تلویزیونتون برنامه نه دوست عزیزم نه دوست من اینجا پارازید نمیدازن، احتمال هوا، تغییرات هواست. من خودم دارم برنامه تلویزیون های خیلی بزرگ دنیا، CNN، العربیه، الجزیره دارم نگاه میکنم، یه دفعه میبینم تصویر میره، کج میشه، کوله میشه، اینجا هوای انگلیسه دیگه عزیزم.
ولی رابطه شون هم خوب بشه دولت بریتانیا از این کارا نمیکنه. اینجا فضا برای ورود تلویزیون ها آزاده، مگر آنکه تلویزیونی به خاطر تبلیغات طرفدار تروریسم، تبعیض نژادی، تبعیض مذهبی مطالب پخش بکنه که اصولا اون ماهواره قطع میشه و نمیذارن پخش بشه. سپاسگزارم عزیزم. هموطن بعدی. جناب دکتر نوریزاده عزیز سلام. لازم به تذکر برای برنامه‌های فوق‌العاده تلویزیون شما نیست، خسته نباشین. بر اساس مزاحمت چندین هفته بود پرچم روی میزتون عوض شده بود، به جای اون یک پرچم ناآشنا با ریشه های زرد ناهمگونی که در دور و دورش دوخته شده بود به چشم میخورد. مطمئنم که البته سلیقه شما نبوده و امروز چهارشنبه 29 اپریل مجدداً پرچم زیبا و شکیل قبلی رو روی میز شما دیدم. باور کنید که اشک شوق به چشم اومد. اون پرچم نازیبا به هیچ وجه با برنامه های شیک شما جور در نمی اومد آقای نوریزاده. امیدوارم دیگه اون پرچم ریشداره که متاسفانه در تلویزیون دیگری هم استفاده میکنم روی میز شما نبینم. برنامه های تلویزیون شما واقعا عالیه. 90% اونا رو من دوست دارم و استفاده میکنم. خب البته لازمم نیست که من همه برنامه های شما رو بپسندم. اخبار با خانم شیرازی، آقای عباس‌زاده عالی، چهارسوخ با روشنک، این دخترک ظریف و بانمک، برنامه فهمیم سخن، برنامه کمدی آقای علی رضا، برنامه هایی که آقای سازگارا در این شرکت دارن، ترجمه ترانه ها، آوازهای خارجی شاهکاری و واقعا لذت بیننده رو صد چندان میکنه. برنامه پنجره رو به خانه پدری که دیگه حرف نداره، برنامه های آقای لیمونادی، برنامه های مهندس شریعت مداری، برنامه های مثل چمتا، ورزشی، چهره ها، سینمایی و و و واقعا دستتون درد نکنه. در خاتمه جناب نوریزاده با اجازه بایستی به یک اشتباه لپی شما متذکر بشم و اون همیشه و همیشه شما کانال CNN رو CNN امیدوارم اصلاح بفرمایید. اینو عذر میخوام که تذکر دادم. دوستتون داریم، موفقیت بیشتر شما رو آرزو میکنم. خدای ایران نگهدارتون باشه. متشکرم. سپاسگزارم بانوی گرامی. CNN وقتی گفته میشه این تلفظیست که همیشه متداوله، ولی بنده میدونم که کانال CNN هست و هست دیگه. CNN حتی در تلفظ خود امریکایی‌ها و آدم‌های دیگه هم همینو میگن، ولی خب حرف شما از این نظر درست. اما نکته درباره پرچم، ببینید بانوی عزیز، وقتی ویرچوال استودیو شما دارید و مجبورید استفاده میکنید در تصویرها، اون پرچم‌هایی که شما میبینید در واقع تصویرهاست، بستگی به تصویری که در پشت سر من هست اونا ظاهر میشه، چون مت شده با اون تصویرها. حالا شما از این ریشه دار که پرچم در واقع رسمیه، یعنی پرچمی است که در ایران هم وقتی نگاه میکردید بر فراز کاخ سلطنتی یا مجلس شورای ملی یا مجلس سنا چنین پرچمی بود که دورش همون رشته های طلایی رو داره، وسطش هم خیلی شیر و خورشید زیبایی. اما این جابجایی دو پرچم فقط به خاطر تصویر پشت سر من بود. حالا شما از اون روشن و شفافه بیشتر خوشتون میاد، چشم از اون بیشتر استفاده میکنید. سپاسگزارم از اینکه لطف داشتید به همه برنامه های ما. بسیار خوشحالم. بله، هموطن بعدیمون. با درود به شما آقای نوریزاده گرامی و همکارانتان که شب و روز زحمت میکشند، رنج میبرند و این برنامه‌های زیبا رو برای ما تدارک میبینند. آقای نوریزاده، من بارها به چند سالی، شاید در 15 سالی، من خارج کشور هستم، از هلند زنگ میزنم، 23 4 سالی که از ایران بیرونم. من شما در بیاناتتون متوجه شدم که شما یه علاقه دارید به پارسی گویی، اما انگار می ترسید. به درستی شما اشاره کردید که ما تنها ملتی هستیم که روی پرچممون
به یک زبان بیگانه نوشته شده، خدا بزرگ است و آرم یک سکت هندی روی پرچم، آرم سیکای هندی. اما اشاره نکردیم که ما تنها ملتی هستیم که نام زبان ما رو به یک زبان بیگانه میشناسیم و ازش یاد میکنیم. همان گونه که میدانید آقای نوریزاده فارسی عربیه و این پارسی است. یک روز شما در یکی از برنامه‌هاتون گفتید آقا من چرا نگم سلام، ما عرب داریم تو ایران. خب من خاک زیر پای اون عرب هستم، اون هممیهن عرب منه، همینطور خاک زیر پای همه هممیهنای ترک و بلوچ و تالش و بختیاری و لور و اشقایی و اینا هم خونای منن و من خاک زیر پای اینا هستم. اما این دلیل نمیشه که ما بگیم سلام به جای درود، چون هممیهن عرب داریم. خب ما که نگفتیم که عرب نباید عربی سخن بگه، عرب هم با اجازه داره با فک و فامیلش با آشنایانش به عربی سخن بگه، چرا نه؟ این لحاف چلتکی که شما همیشه ازش به درستی یاد میکنید باید بمونه. ببین آقای نوریزاده، یک بام و دو هوا نمیشه. نمیشه از فردوسی سخن گفت. میدونی درد دل فردوسی چی بود؟ همون دردی که شاید تو دل من هم هست، همونی که میخواست پالایش کنه زبان پارسی را. ما نمیتونیم از زبان پارسی عرب زدایی کنیم، چنان ریشه دوانده که عرب زدایی ازش ناممکنه. اما واژه هایی ما داریم که میتونیم از اونها به خوبی به جای واژه های عرب از واژه های پارسی رو به کار ببریم. آقا چرا ما میگیم معلم؟ خب آموزگار هست، محصل، دانش آموز هست، وطن، آقا میهن هست. یک بام و دو هوا نمیشه. آقای نوریزاده من بسیار سپاسگزارم. ممنونم دوست من. چند نکته رو خدمتتون بگم. اولا زبان فارسی یا پارسی هیچ فرقی نداره. کلماتی در طول تاریخ فارسی شده. حالا پارسی رو عربا پ نداشتن، گفتن فارسی. در خود لغت، در هر جا که شما برید نگاه بکنید، از قدیمی ترین متون ما فارسی وجود داره. پس بنابراین جزئی از فرهنگ ما شده. پالایش زبان، بله خیلی قشنگه آدم بگه آموزگار، بگه دانش آموز، بگه دانشجو، بسیار زیباست. لغتهایی در زمان رضا شاه ساخته شد که ماندگار شد، سرهنگ، سرتیپ، به خود چیزهای نظامی، شهربانی فوق العاده است، شهرداری به جای بلدیه، اینا عالیه. ولی این تعصب روی اینکه پالایش کنیم همه چیز رو، زبان محاوره‌ای ما آمیزه است از فرهنگ غنی پررنگ ما. و این زبان محاوره‌ای، شما الان بهتون خیلی ساده میگم، برید در یه روستای ایران بگید، با روستایی دارین صحبت میکنید، میگید من به پارسی سخن میگویم، یارو چپ چپ نگاهتون میکنه، اما بگید من به فارسی حرف میزنم، کاملا میفهمه که دارید فارسی میگید. یه چیزایی هست اون دیگه سلیقه است. بعضی هم سلیقه‌شون اینه که فارسی سره سخن بگن. خب وقتی میگن 90% آدمو نمیفهمن. اینا نیست. برای حفظ زبانمون، همون زبانی که فردوسی ازش استفاده کرده ما هم داریم استفاده میکنیم. فردوسی هم از واژگانی استفاده کرده که عرب بودن، ولی در زبان فارسی معنای دیگه‌ای دارن. ببینید در همین زبان انگلیسی 800 کلمه از زبان آلمانی وارد شده، شکل انگلیسی گرفته. خب اون میگه ما میگیم به نوع دیگری تلفظش میکنه. این دلیل نیست که به انگلیسی بگن آقا نایت رو بنداز بیرون چون ریشش آلمانیه. نه، ریشش آلمانیه ولی در زبان انگلیسی مفهوم دیگری داره، جور دیگه هم تلفظ میشه. مثل زبان فارسی، واژگان عربی در زبان فارسی داره همون معنا نیستن. پس دیگه اینا فارسی هن، متعلق به ما. جهان قبیله واحده، زبان‌ها با هم تداخل پیدا می‌کنن، هیچ اشکالی هم نداره. نه از ملیت ما کم می‌کنه، نه غرورمون، نه تاریخمون. یه نکته رو من اینجا بگم تا یادم نرفته، چون قاعدتاً باید اول برنامه می‌گفتم. شما اگه یادتون باشه از اول ایران فردا ما سر خبر مشکل داشتیم. کار بسیار سختی. با
پرهزینه ترین برنامه ما و سخت ترین برنامه ما هم خبر. برای که اولا تعداد آدم ها زیادن به خاطر نوع کار، دوم این که هر مدلی ما اینو انجام دادیم به یه جا به یه مشکل برمیخوریم. مثلا وقتی دوست همکار عزیزم ماشاءالله عباس زاده با هم صحبت کردیم، قرار شد این کار رو انجام بده، ایشون در کانادا زندگی میکنه، اونم در ونکوور، 8 ساعت با ما تفاوت ساعت داره. در نتیجه من باید خبر رو به گونه‌ای به او برسونم که او به ساعت 4 صبحش نیفته، 3 صبحش نیفته. در نتیجه زمانی من خبر رو به اون میدم که مثلا میشه 12 شب من، 1 و 2 نیمه شب من، که به ایشون برسه ساعت 6، بتونه برنامه‌ش رو درست کنه و بفرسته. چند ساعت طول میکشه فرستادن تا به ما برسه. خب حالا ساعت 9 صبح روز بعد خبر دست منه. از نیمه شب تا الان اتفاقات عجیب غریبی افتاده. گفتم چیکار کنم؟ اینا رو بذارم تو پکیج، تو گزارش های خبری. این کارم کردیم، ولی باز دیدیم در گزارش خبری خبر تکمیلی اومده یه جور دیگه است، در خبر جور دیگه است. در نتیجه با خود آقای عباس‌زاده توافق کردیم ایشون مطبوعاتش رو داشته باشه مثل گذشته، آینه مطبوعات رو نگاه کنه و در آغازش هم سریع خبرهای باشه عنوان. پکیج های خبریمون رو که در واقع آن سوی خبر میشه گسترده تر میکنیم. در این حال به زودی شما خبرها رو به صورت نوشته هم در زیر برنامه خواهید دید. به سرعت میاد، شما میخونید، تکرار میشه، آخرین خبرها به اطلاعاتون میرسونه که ما از این وضع نجات پیدا کنیم. چون بسیار سخته تا 2:30 شب بنده بشینم خبرها آماده بشه بفرستم برای آقای عباس‌زاده، بعد ایشون بره تصویرش رو درست کنه، کاراشو بکنه، نیم ساعت آن سوی خبر رو بگیره بفرسته، 10 صبح به دست ما رسیده، ای داد. این خبرهای دیگه هم که اتفاق افتاد، خب اینو چیکارش کنیم؟ ببینید به پکیج ها، به گزارش های خبری. ببینید یه تلویزیونی که امکانات محدود داره، تعداد ما همین جوری هم الان 27 نفریم ولی باز تعداد زیادتری احتیاج داریم، امکانات مالی نداریم بیشتر از این. اینه که در حال اگر از دوشنبه خبر رو باز به صورت دیگری میبینید، دلیل بر این بوده که من واقعا خواستم، ما رقابت نمیخوایم بکنیم با بی بی سی یا با رادیو فردا، اونا اصلا امکانات خبریشون قابل مقایسه با ما نیست، ولی ما سعی میکنیم آن سوی خبر رو به شما بدیم، حداقل خبرها طعم خودش رو داشته باشه، متفاوت باشه با گزارش های خیلی رسمی. بنابراین آقای عباس‌زاده خواهد بود با مطبوعاتش و یک کوتاه خبرهایی گزارش های خبری رو خواهید داشت و همینطور خبرها در زیر برنامه ها خواهد اومد. فکر میکنم 1 هفته دیگه طول بکشه این کار انجام بگیره. امیدوارم تلاش های ما رو طوری باشه که رضایت شما رو جلب بکنه و اون بانویی که میگفت 90% برنامهاتون رو دوست دارم، امیدوارم 100% رو همه دوست داشته باشید. بازم رسیدیم به پایان وقت و خیلی هم پیام برامون مونده که این پیام ها رو حتما پخش خواهیم کرد و آرزو میکنم که ایران فردا هر روز بیشتر مورد رضایت شما باشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همینجا همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Yeah.